اگر شما یا یکی از نزدیکانتون دچار آلرژی فصلی است، تماشای این ویدیو میتونه درمانی معجزه آسا براتون باشه. آلرژی‌های بهاری مهمون ناخونده فصل زیبای بهارن، اما اگر از قبل آمادگی‌های لازم رو برای این مهمان دردسرساز داشته باشیم، میتونیم از تشدید اون جلوگیری کنیم. 1. فیلترهای دستگاه تهویه هوا رو تعویض کنید. تمیزی فیلترهای هوا در تمام فصلها مهمه، اما در فصل بهار اهمیت این مسئله دوچندانه. کارشناسان میگن که در پایان زمستونهایی که هوای معتدل تری داشتن، گرد افشانی بعضی از درختان زودتر شروع شده. این مسئله میتونه علائم آلرژی بهاری رو تشدید کنه. فیلترهای کثیف دستگاه تهویه هوا میتونن گرده های گیاهان رو به خودشون جذب کنن و باعث وخامت آلرژی بشن. بنابراین برای جلوگیری از این مسئله از تمیزی فیلترهای دستگاه تهویه هوا مطمئن باشید. 2. از عینک آفتابی استفاده کنید. با ورود گرده های درختان به چشم ها، بینی و گلو علائم آلرژی شروع میشن. پزشکان معتقدن افراد باید جلوی ورود گرده ها به چشم هاشون رو هم بگیرند. ورود گرده ها منجر به خارش چشم، عدسه، تو دماغی شدن صدا، خارش بینی و گاهی سرفه میشن. با استفاده از عینک آفتابی میتونید از ورود گرده ها به چشم هاتون جلوگیری کنید. 3. استفاده از داروهای ضد آلرژی رو زودتر شروع کنید. چند روز زمان می‌برید تا اسپری‌های بینی تأثیر درمانیشون رو بر علائم آلرژی داشته باشند. بنابراین اگر می‌خواید از این وقفه جلوگیری کنید، استفاده از اسپری رو زودتر شروع کنید. پزشکان توصیه می‌کنند در صورتی که از آلرژیتون آگاه هستید، یک هفته پیش از زمانی که معمولاً دچار علائم اون می‌شید، استفاده از اسپری رو شروع کنید. 5. دستشویی و حمام رو تمیز کنید. وقتی به روش‌های مقابله با علائم آلرژی فکر می‌کنیم، احتمالاً تمیز کردن گوشه و کنار حمام دستشویی اولین چیزی نیست که به ذهن خطور کنه. به ویژه از بین بردن قارچ‌ها و کپک‌هایی که روی سطوح مختلف دستشویی و حمام به وجود میان اهمیت زیادی داره. این قارچ‌ها از عوامل اصلی بروز آلرژی هستند. در فصل بهار به خاطر افزایش رطوبت این مشکل تشدید میشه. 6. از 5 تا 10 صبح زمان کمتری رو بیرون بگذرونید. اگر به آلرژی بهاری مبتلا هستید، لازمه که در ساعات اولیه صبح زمان کمتری رو بیرون از خونه بگذرونید، چون درختان بیشترین گرد افشانی رو در اون ساعات انجام میدن. پزشک‌ها معتقدن اگر صبح برای انجام ورزش یا پیاده روی به بیرون رفته باشید، باید به خونه برگردید و به حمام برید. 7. موها و مژه‌های خودتون رو بشورید. پزشکان معتقدن اگر پیش از آرایش موها و صورتتون رو بشورید، این کار به جلوگیری از بروز علائم آلرژی کمک بسیاری میکنه. محصولات مراقبتی مو گرده ها رو به خودشون جذب میکنن. اگر میخواید پیش از خروج از خانه آرایش کنید، ابتدا باید صورتتون رو بشورید. 8. نیازی به تغییر در رژیم غذایی نیست. بسیاری معتقدن تغییر در رژیم غذایی به جلوگیری از بروز علائم آلرژی کمک میکنه. اما پزشکان معتقدن هیچ دلیل علمی برای این مسئله وجود نداره. داشتن یک رژیم غذایی سالم بسیار عالی است، اما نمیشه به طور دقیق مواد غذایی رو نام برد که آلرژی رو درمان بکنه. 9. از واکسن آلرژی استفاده کنید. استفاده از واکسن آلرژی فصلی میتونه راه حل مشکل کسایی باشه که هر سال گرفتار آلرژی های شدید فصلی هستن. اگر میدونید که هر سال آلرژی شدید فصلی میگیرید، میتونید از واکسن های آلرژی استفاده کنید. این واکسن ها مثل واکسن های آنفولانزا هستن، با این تفاوت که بیشتر از یک بار تزریق میشن تا مقاومت لازم برای مقابله با آلرژی رو در بدن به وجود بیارن.